خب بسیار عالی. ادامه بحث شیرین پستمن. پستمن جلسه گذشته گفتیم و توی پستمن یاد گرفتیم که کالکشن درست کنیم، ریکوست ها رو درست بکنیم بر اساس متدشون، متدهای مختلف get, create, post, put, patch و به همین ترتیب، و environment تعریف بکنیم. environment رو environment در حقیقت اتش شده به اون collection و اجرا بکنیم و همچنین براشون تست بنویسیم. تست نوشتن برای API به این شکل که شما در حقیقت چک میکنید یا assertion انجام میدید که اون status code که داره برمیگرده چقدره. استاتوس کد رو هم گفتیم 200 هست برای مثال برای این ریکوست خاص، و اینکه چک کنید برای مثال توی بادی اون ریسپانس کلمه خاصی باشه و خیلی چیز شبیه به این. یک سری در حقیقت اسکریپت داره پستمن که اینو هم گفتیم که شما میتونید ازش استفاده کنید برای اینکه این تستا رو بنویسید، اما خب محدودیت خیلی زیادی داره و تقریبا همه کار نمیشه باشه انجام داد. امروز API Network رو میگم. اگه که توی پستمن روی نیو کلیک بکنید و API Network رو بزنید، اینجا محلی است که شرکت مختلف، کمپانی مختلف که سافر دارن، چه به صورت وب اپلیکیشن و چه به صورت API خودشون رو اینجا قرار میدن. بعد از API رایگانه، بعد از API تا یک تعداد ریکوست رایگانه و بعد از اون باید پول رو پرداخت بکنید، که اینجا بر اساس تقسیم دستبندی موضوعی دستبندی شده. من فقط برای این که بهتون نشون بدم نحوه کار با API Network، یکی از اینا رو ایمپورت میکنم که فقط ریکوست گت داره توی هلت سرویسز. در مورد این کنون ای پی آی بود، شما ای پی آی مورد نظرتون انتخاب میکنید، هرکنون از اینا که انتخاب کردید کلیک کنید روش و رانینگ پستمن رو بزنید، اون کالکشن اضافه میشه و اگه انوایرمنت هم داشته باشه که بهتون زیاد داره اون هم اضافه میشه. اگه برگردیم به پستمن میبینیم این کالکشن جدید رو و از توی انوایرومنت هم انوایرومنتی که مخصوصی که دانلود شده رو انتخاب کنید و الان دیگه میتونید API رو سند بکنید. API اولش هم پینگ هست توی این API خاص که فقط چک بکنید اینکه سرور سالم هست و جواب میده، که فقط یه استرینگ در حقیقت برگرده نه تا فایل جیسون. بعد از اون latest data هست که احتمالاً برای تمامی مناطقی که داره ریسپانس رو برمیگردون بر اساس منطقه، هند هست، اسپانیا هست و به همین ترتیب. API داره اینجا list of supported regions که اگه انتخاب بکنید در حقیقت اسامی تمامی جاهایی که تو دیتابیس شون وجود داره رو میبینید و بر اون اساس شما میتونید سرچ بکنید. و ریژیون استاتستیک رو چک کردیم که تو ریژیون اگه شما اون منطقه رو سرچ بکنید و سند بکنید آمار لحظه اون منطقه میاد و به همین ترتیب. حتی آمار احتمال زیاد آمار رسمی از طرف سازمان بهداشت جهانی است و به همین ترتیب. اینم دی احتمالا بر اساس روز، شب، امروز هست، ویک بر اساس هفته و مانت در این ماه اخیر و به همین ترتیب. و شما میتونید اگه دوست داشته باشید تست بکنید، تست های بنویسید برای این توی تست و ذخیرش بکنید. بنابراین خب اینم شد از کار کردن با API Network. یکی از دوستان سوال پرسیدن در مورد اینکه
تستا که ما توی یک کالکشن می‌نویسیم، یکی ما یک کالکشن داریم و توی هر کالکشن شما می‌تونید یک پوشه یا فولدر درست بکنید و هر کدوم از این پوشه‌ها می‌تونن یک یونیت، یک در حقیقت تست سویت باشن. تست سویت به این معنی که شما یک API یا یک سری از API ها که به هم مرتبط هستن رو بر اساس یک سناریو قرار بدید و تست بکنید. برای مثال create user معنیش هست که ابتدا شما یک یوزر می‌سازید و بعد چک میکنین اون یوزر وجود داره تو دیتابیس یا نه. اینجا برای مثلا من یک یوزر درست کردم و تو تست یک یوزر تو create new user درست کردم، حتی سیف نشده از سیفش کنیم، تست یوزر، تست یوزر اینجا درست میکنیم و توی get all employees اینجا چک میکنیم که این تست یوزر وجود داشته باشه و شما میتونید همین رو تست بکنید. من انوایرمنت رو تغییر میدم، برمیگردونم به حالت قبلی. خب اینجا یه که ما بیایم روی این دکمه کلیک بکنیم، ران رو بزنید، کالکشن رانر اجرا میشه و اینجا میتونید اون تست سویت رو انتخاب بکنید. دو تا ریکوست داره، اینجا هم انوایرمنت انتخاب کردید، ایتریشن شما میتونید چند بار اینا تست بکنه، یک بار فقط یک بار این سکونس رو میفرسته این دو تا API رو. اگه دو بار بزنید دو بار این اتفاق میفته، برای در حقیقت تست لود تستینگ هم استفاده میشه، اینکه شما بتون یک تستی رو، یک ریکوست رو مدام ارسال بکنید. برای مثال 10 بار یک ریکوست ارسال کنید به سرور و اینجا یک دیلی داره، اگه که دیلی صفر باشه بلافاصله اتفاق میفته و خیلی سریع و احتمال اینکه بعضی از این ریکوست ها فیل بشن وجود داره، به این دلیل که سرور به همون سرعت به شما نمیتونه پاسخ بده، برای مثال یک ثانیه ممکن طول بکشه. بنابراین بعضی وقتا لازم هست که اینجا یک دیلی بدید که بر اساس میلی ثانیه هست. این انتخاب نمی کنم. اگر ران رو بزنم این دوتا تست رو انجام میده، اول یک یوزر میسازه و بعد چک میکنه یوزر وجود داره، get all employees وجود داشت و این هم پس شده. اگه که تست دیگه بنویسم، برای مثال delete user، توی delete user من ابتدا یک یوزر درست میکنم و بعد چک، بعد دیلیتش میکنم و بعد چک میکنم اینم یوزر دیگه وجود نداشته باشه توی دیتابیس. این ریکوست ها برای که دوباره نسازم دوپلیکیت میکنم و اون دوپلیکیت شدهش رو قرار میدم اینجا. خب میبینیم که اول من یه دونه ساختم و بعد پاک میکنم و بعد چک میکنم این نباید دیگه وجود داشته باشه. یوزری که میخوام بسازم اسم میذارم تست deleted user، یکی اسم یونیک دارم بعد بهش میدم و بعد از اون توی، خب اینجا مشکل که داریم که بر اساس آیدی در حقیقت یوزر رو دیلیت میکنه و وقتی که اینو میسازیم باید بیایم و در حقیقت یک آیدی رو بخونیم، پاکش بکنیم و بعد چک میکنیم اون یوزر هستش یا نه. این یه خورده چالنجینگ هست، عده شدنی هست توسط این اسکریپتی که خود پستمن در اختیار قرار داده، یه خورده من کار داره، حالا ازش میگذرم امروز. میتونم اینو انجام بدم و اسکریپت رو بهتون بدم که داشته باشید که چطور توی اون ریسپانسی که داریم میگیریم، برای مثال من رو سند کنم، توی ریسپانسی که میگیریم یه دونه آیدی به ما میده، این آیدی 32 که اینو باید بخونیم در حقیقت و تو تست بعدی ازش استفاده بکنیم. ولی اگه همین رو ما توی برای مثال تو پایتون داشتیم خیلی خیلی ساده بود، بسیار ساده. این شما یک فایل جیسون داره تعریف میکنه که یک دیکشنری تو پایتون هست، بهش میتونه دیکشنری بیاد دیتا و بعد آیدی رو من بده که این میشه 32 و خیلی سریع من ادا میگیرم
توی به عنوان وریبل توی تست بعدی استفاده میکنه. خب از این بگذاریم. پس این بود از اصول اینکه ما چطور از پستمن استفاده کنیم که ریکوست های رو بسازیم و اجرا بکنیم. ولی وقتی شما یک کالکشن کامل میسازید دیگه لزومی نداره که مدام این اینترفیس پستمن رو اجرا بکنید و اینجا اجراش بکنید. خیلی راحت میتونید از طریق کامند لاین این کار انجام بدید که هم سریع تر هست و هم این که توی مبحث در حقیقت CI/CD Continuous Integration Continuous Delivery استفاده میشه. برای اینکه شما دیگه اون تستاری که نوشتید میدید به تیم اون DevOps، اونها توی پایپلاینی که درست کردن چه تو جنکینز هست چه توی GitLab CI هست برای مثال، این مبحث هست که احتمالاً شاید ندونید، بلد نباشید. حالا تو دوره متوسط دوره بعدی اگه تشکیل بشه اینو پوشش میدم و میگم. در حقیقت اجازه بدید اگه که بتونم توی در حقیقت میتونید در نظر بگیرید که توی پروسه توسعه نرم افزار یک سری کارا باید انجام بشه. برای مثال یک کدی ساخته میشه و دیولپرها روش کار میکنن، اینو پوش میکنن بر روی سرورشون. وقتی که این اتفاق میفته، برای مثال کد جدیدی داره به سرور داره به کدمون اضافه میشه، این با یک بار تست بشه، یعنی یک بار با تستی قبلا نوشته شده ببینیم که چیزی خراب نشده باشه، جایی خراب نکرده باشن. یه بیلد صورت میگیره و برای مثال تو اون انوایرومنت در حقیقت بیشتر از داکر استفاده میکنن، توی یک داکر ایمیج توی داکر کانتینر اون کد رو کامپایل میکنن یا بیلد میکنن میسازن و تستایی که براش نوشته شده اجرا میشه و اگه که پس بشه مشکل نداشته باشه که اتفاق نمیفته، اگه که فیل بشه شما سریعا فیل رو میبینید و میتونید برید چک بکنید کجای کد اشکال داشته. برای این محیط هست که ما هیچ نرز گرافیکی استفاده نمی‌کنیم و همه اینا توی در حقیقت کامند لاین هستن. بنابراین شما تست رو توی پستمن می‌نویسید و کالکشن رو درست می‌کنید، باید بتونید که اون رو توی کامند لاین اجرا بکنید. برای این کار ما به تولز احتیاج داریم به اسم نیومن. قبل از اون بهتون نشون میدم که چطور اکسپورت بگیرید. من این تستی که تستایی که اینجا نوشتیم ویزه بدیم، من اینو فقط کوچکترش میکنم. در نظر بگید من یک تست سویت دارم که این تست ها توش انجام میشه. یک دو سه این پنج تا ریکوست من کال میکنم، یعنی اول اسامی تمامی یوزر هست، بعد یه یوزر هست، هر کم از اینام تست دارن. اینجا هم باید حتی بهش تست اضافه بکنم. احتمالاً بنابراین اینجایی که من بودی رو یک یوزر میذارم، تست created یوزر، انتظار دارم توی پاسخی دریافت میکنم اینو هم ببینم. آپدیت هست برای مثال، آپدیت اجازه دونیم برمیدارم و اینکه یک یوزر رو دیلیت بکنیم بر اساس ایدیش. اگه من همه یوزر رو ببینم، ببینم چند تا یوزر داریم تو دیتابیس، سعی میکنم آخرش رو پاک کنم. تصور کنید یوزر 24 رو من پاک میکنم. خب این رو ما همه سیو میکنیم تغییراتی که دادیم، بعد هم میتونید یک بارم اجراشون بکنید که مطمئن بشید. این اول این تست این انجام میشه، ریکوست تست صحیحه، بعدم این و بعدی این یکی تست صحیحه و بعدم پاک کردن یوزر 24 هست که من پاکش نمی‌کنم، چون پاکش بکنم دیگه اون یوزر وجود نداره. خب من یک کالکشن دارم، روی منو کلیک میکنید و میزنید اکسپورت. چند تا آپشن به شما میده که در واقع با جیسون فرمت اکسپورت میشه.
نسخه آخر انتخاب کنید، ورژن 2.1 رو که ریکامندد هست، اکسپورت رو میزنید و تو یک مسیری که حالا چه تو مای داکیومنتتون یا جایی که میخواید ذخیرهش میکنید. من اینجا یک پوشه درست میکنم به اسم تست که توی همون پوشه یاد پستمن هست، اونجا نباید باشه ولی فعلا اینجا قرارش میدم تست. و علاوه بر این لازم هست که انوایرومنت رو هم باهاش اکسپورت کنید. من دکمه ستینگ رو روی انوایرومنت میزنم. این انوایرومنتی که با رست امپلویز قرار بیاد رو روی این دکمه کلیک بکنید، بزنید دانلود انوایرومنت و بار دیگه توی تست ذخیرش میکنم. و الان اگه که توی اون البته تو پوشه پستمن هست، من تست رو جابجا میکنم جای دیگه میارمش. دو تا فایل دارم، یکی انوایرومنت هست و یکی هم کالکشن هست. این دو تا فایل تصور کنید. خیلی خب، من اینو یه پوشه روز کردم به API تست و تست هم اونجا قرار دادم. برای اینکه ما بتونیم این رو اجرا بکنیم احتیاج دارید که اپلیکیشن رو نصب کنید به اسم نیومن. نیومن توسط همون حتی ایشون نیست، نیومن پستمن بکنم از کارکتره آفیس بود اشتباه نکنم. بزنید تا دانلود نیومن و میتونید نیومن رو دانلود بکنید. یه کامند لاین هست در یه اپلیکیشن، رو کامند لاین اجرا میشه. اما برای اینکه در حقیقت نیومن اجرا بشه شما به یک نرم افزار دیگه احتیاج دارید به اسم npm. npm node.js هست، node.js پکیج منیجمنت هست و node.js خودش یک در حقیقت، حالا شاید بتونم بگم فریمورک، حالا فریمورک هم نیست، یک محیطی هست که در حقیقت یک پلتفرم، یک محیطی هست که به شما، به کاربر و یا دیولپر این اجازه رو میده که اپلیکیشن هایی رو که با جاوا اسکریپت نوشتن رو توی محیط کامند لاین اجرا بکنن و احتیاج محیط وب نداشته باشن، به بروزر احتیاج نداشته باشن. و در حقیقت زبانی هست که خیلی زیاد توی بک اند اپلیکیشن های وب استفاده میشه و خیلی هم خیلی خیلی هم قدرتمنده واقعا. یعنی من اگه بخوام یک جایگزین پیدا کنم برای پایتون بدون شک نود جی اس هست، واقعا قدرتمند هست. توی نود جی اس ما یک مفهوم داریم npm، نود جی اس پکیج منیجمنت. در واقع شما npm رو اول روی سیستمتون نصب کنید و بعد با npm شما میتونید تمام اون اپلیکیشن هایی که جابشون خیلی خیلی زیادی هم هستن رو دانلود کنید و اجرا بکنید. برای این کار سرچ بکنید و تو یوتیوب مطمئنن چیز هست، راهنمایی هست. ولی اجازه من خیلی سریع توی ویندوز 10 که دارم بهتون نشون بدم. فکر میکنم اکثرتون ویندوز داشته باشید روی سیستمتون. کسی هم هست که مک او اس داشته باشه از بین دوستان؟ خب من فکر میکنم همه ویندوزی هستید. اگه ویندوز استفاده میکنید خیلی ساده میتونید این پکیج اینستال npm رو دانلود بکنید و نصب کنید. سرچ کنید توی گوگل دانلود npm. get npm و
در حقیقت هم Node.js و هم NPM در دانلود میکنه. این صفحه هم جدیده، Black Lives Matter. خب دیگه میدونید موضوع روز دنیا هست. الان بگذاریم دانلود ویندوز اینستالر. احتمال زیاد سیستمتون 64 بیتی هست، بنابراین 64 بیت انتخاب بکنید، سیف کنید و مثل هر نرم افزار ویندوز دیگه نصبش کنید. همه این گزینه‌ها باید چک مارک خورده باشه، مخصوصا add to path که بتونید از همه جا npm رو صدا بزنید. بسیار عالی. خب اینجا داره پکیج های دیگر رو برای Node.js در حقیقت نصب میکنه، بنابراین صبر میکنیم که اینجا هم تموم بشه. و کلن خب نصب کردن پکیج روی ویندوز کمی حوصله میخواد. خب تا حالا تا این نصب انجام بده، فقط برای اینکه ببینید بهتون نشون میدم که اگه از لینوکس استفاده میکنید یا از مک او اس استفاده میکنید توی کامند لاین بزنید sudo apt install npm. همین رو که بزنید براتون آخرین ورژن npm رو نصب میکنه. توی مک او اس این دستور برو هست و اوکی اینجا برای مک، برای مک هم برای یک پکیج بده بهتون میده که اون پکیج رو کلیک میکنید و نصب میکنید. ببینیم توی ویندوز
اجرا شد یا نه؟ خب نصب کردن NPM به همین شکل بود که تو نشون دادم توی ویندوز و امیدوارم زود تموم بشه. اوکی خب حالا منتظر هستیم تا این تموم بشه. من روی لینوکس یک کامند لاین هست، اون بهتون نشون میده چجوری نیومن رو نصب بکنید. توی کامند لاینتون هر کجا که وقتی که ویندوز رو در حقیقت توی ویندوز نصب کردید، البته توی ویندوز بهتر از پاورشل استفاده بکنید که اگه نداشته باشید میتونید بیاید توی ویندوز استور و سرچ کنید ترمینال که در حقیقت ویندوز ترمینال رو نصب کنید که بهتر از در حقیقت حتی پاورشل یا کامند لاین ترمینال معمولی عادی خود ویندوز هست و از این استفاده بکنید از این به بعد. خب داره دات نت فریم ورک رو نصب میکنه که خب طول میکشه. من روی لینوکس ادامه میدم، بعد برمیگردم روی ویندوز. وقتی تموم شد نشون میدم. وقتی که توی ویندوز نصب کردید توی کامند لاین، برای اینکه نیومن رو نصب کنید بزنید npm install newman و اینتر رو که بزنید نیومن رو براتون نصب میکنه. من چون قبلا یک کار نصب کردم این رو اجرا نمی کنم. اگه که توی لینوکس یا توی مک هستید باید با sudo اجراش بکنید. sudo npm install -g نیومن. دشتی نشون میده که این گلوبال در حقیقت پکیج گلوبالی هست که تو کل سیستم قراره که استفاده بشه. خیلی خب من اینو نیومن رو که نصب کردم و وارد اون پوشه میشم که کالکشن رو نصب کردم. اینجا تست هست، بزنم سیدی تست اینجا. این دو تا فایل هم هست، من میخوام اجراشون بکنم و دقت داشته باشید که باید پستمن هم روی سیستم نصب شده باشه. بنابراین من هم نیومن دارم و هم پستمن. الان برای اجرا کردن این کالکشن میخوام این کالکشن رو اجرا بکنم با وجود این انوایرمنت. اگه که تست من انوایرمنت کلا نداشته باشه لزومی نداره که انوایرمنت رو بیارید. برای مثال نیومن ران و بعد اسم اون تستی که میخواید انجام بدید، نیومن ران و بعد اسم کالکشنی که میخواید انجام بدید، تستی که میخواید اجرا کنید و بعد اینتر بزنید. اینجا چون که احتیاج داره به اون در حقیقت انوایرومنت ارور دریافت میکنم که من میگه که این URL در حقیقت تعریف نشده. به همین دلیل برای اینکه انوایرمنت رو بهش بدیم میزنیم داش ای ابتدای انوایرمنت هست و بعد انوایرمنت چجوری بدید چی بود اسمش API ends است و اینم اسم انوایرمنت. هر دوی اینا فایل جیسون هستن، یعنی فایل ای که بخوام بهتون نشون بدم همین کالکشن انوایرومنت. ببینید این اسم انوایرومنت هست، این متغیری که تعریف کردیم و اینم ولیوش که در حقیقت اون URL هست و این هم اون کالکشنی هست که من اکسپورت کردم و همه تست ها توی این فرمت جیسون توی وجود داره که البته میتونید بیاید تو تغییرش بدید اگه لازم باشه. خب من اینجا میزنم نیومن ران، اسم کالکشنم و بعد انوایرومنت و بعد اینتر رو میزنم.
تمامی ریکوست ها رو ارسال میکنه، پاسخ رو دریافت میکنه و اساس تستی که انجام دادید بهتون پاسخ میده. من ابتدای کار اولین تست get all employees بود که یک ریکوست get رو فرستاد، 200 رو دریافت کرد. این هم مال زمان دریافت پاسخ هست. من دو تست نوشته بودم، یکی این که استاتوس کدم 200 باشه و این که توی بادی اون کلمه ساکسس وجود داشته باشه، بادی ریسپانس کلمه ساکسس وجود داشته باشه که اینو دریافت کرده. بعدی بای آیدی بود که من امپلوی یک رو گرفتم و بهش گفتم که امپلوی با 200 باشه و یک تستم نوشتم، گفتم که ریسپانس تایم من انتظار دارم کمتر از 700 میلی سکند باشه. که میتونید از اینجا انتخاب بکنید دیگه، میدونید. و اینکه توی بادی هم اسم اون فرد که تایگر نیکسون هست وجود داشته باشه. این کار انجام داده و موفق آدامیز بوده و آخری هم یوزر درست کرده و بعدی هم یک یوزر رو یوزر 24 رو پاک کرده. تو این جدولی که میبینید اعلام میکنه که یک بار این تست انجام شده، ایتریشن یک بار بوده، 4 تا ریکوست وجود داشته، اسکریپتامون هم 3 تا دونت اسکریپت تست داشتن و اسرشن 7 تا بوده. یعنی که توی تست من 2 تا اینجا، 3 تا اینجا و احتمالاً 2 تا هم اینجا، جمعا 7 تا اسرشن انجام شده و هر هفته هم پس شده، هیچ کدوم فیل نشده و این هم نتیجه کامل هست. یک سری کار دیگه هم میتونید انجام بدید و اگه من یک بار دیگه اجراش بکنم ببینیم چه اتفاق میفته. من چون یک ریکوست دیلیت داشتم که یک یوزر رو پاک بکنه، هنوز یوزر که با آیدی 24 هست انگار توی اون دیتابیس وجود داره و این پس میشه. یعنی و حداقل، یعنی که نه اصلا من شاید براش تست ننوشتم. یعنی من برای این باید اگه که بن ارسال بکنم successfully deleted again failed، بازم 200 رو دریافت میکنم. یعنی بار دوم من انتظار دارم که استاتوس فیل بشه ولی success هم برگردم. یه خورده این قسمت دیلیت complicated هست. میتونید شما اصلا بیاد اینجا و این تست کامل پاک بکنید و باید خیلی مواظب باشید که فرمت فایل رو تغییر ندید. یعنی که من که میخوام این بخش رو که یک تست هست رو یک پاک بکنم، من که روی این توی VS Code هستم، روی این کروشه کلیک بکنم آخریش هم نشون میده که اینا یک سیکشن هستن. من اینو پاک میکنم و چون آخری هم هست این کاما رو باید پاک بکنه. یعنی من در حقیقت اون تست از اون ریکورد دیلیت رو پاک کردم و الان اگه یک بار دیگه تست اجرا بکنم در حقیقت 3 تا تست ما داریم انجام میدیم، 3 تا ریکوست ارسال میکنیم، 3 تا ریکوست اجرا میشه. الان شما میتونید بهش درخواست بدید که بیشتر از یک بار اجرا بشه. اگه بزنم داش n در حقیقت ایتریشن هست و بگم که دو بار این ریکوست ارسال بکن، یک بار و دو بار. بار دوم فیل شد یک جایی، انتظار داشتیم که توی این تست ریسپانس تایم کمتر از 200 میلی سکند باشه. حتی من تغییر دادم به 700 که بیشتر از 700 تا احتمالاً بوده، 773 میلی سکند بوده اما انتظار داشتیم که پایین تر از 700 تا باشه، 700 میلی سکند باشه. شما یک بار دیگه میتونید یا بیاید داخل فایلتون توی کار پستمن اینجا تغییر بدید، مثلا بذارمش 1000 یعنی یک ثانیه و بعد سیوش کنید و بعد اکسپورت بگیرید
یا اینکه مستقیما بیاید داخل فایلتون و اینجا تغییر بدید. من اینجا تستم اینجا گفتیم یک ثانیه باشه، اینجا گفتیم این 1000 باشه و همین دیگه. یه بار دیگه جاش بکنیم با دو تا ایتریشن ببینیم چه اتفاقی میفته که همه پس شد. شما میتونید این میزان ایتریشن رو بیشتر هم بکنید، بذارید برای مثلا 5 بار اتفاق بیفته. اما هر چند تعداد بیشتر باشه احتمال فیل شدن تست بر اساس در حقیقت ریسپانس تایم بیشتر میشه، چون که سرور داره ریکوست های زیادی رو دریافت میکنه و ممکن نتونه پاسخ بده به همون میزان و فیل میشه. این در حقیقت یک نوع لود تستینگ هست. اگه که توی نیومن بزنید نیومن هلپ، هلپ در حقیقت نیومن رو بتونشون میده. بزنم نیومن ران هلپ، در حقیقت هلپی که مربوط به ران هست، یعنی فقط و فقط برای کامند ران هست. میبینید برای مثال میگه که با داش ای انوایرومنت رو میتونیش معرفی کنید که من معرفی کردم داش ای یا دبل داش انوایرومنت فرقی نمیکنه. جی فور گلوبال، فور گلوبال واریبلز، این ایتریشن هست، نمبر اف ایتریشن هست، ریپورتس هست و خیلی چیزای دیگه. شما میتونید حتی ریپورت داشته باشید. برای این کار ببینم توی ویندوز هنوز نصب نشده، برگردیم اینجا. شما هر دو میتونید توی NPM اگه که وارد NPM پکیجز بشید، شما میتونید سرچ بکنید و پکیج های زیادی که توی NPM وجود داره رو سرچ بکنید. یکی نیومن بود که ما نصب کردیم و پکیج دیگری هم برای نیومن وجود دارن که میتونید اونا رو هم نصب کنید استفاده کنید. برای مثال یکی هست نیومن ریپورتر HTML اکسترا، این اسم پکیج هست که اگه کپی بکنید نصب میکنید sudo npm install -g و بعد نیومن ریپورتر HTML اکسترا. احتمالا توی ویندوز شما مطمئنا sudo احتیاج ندارید، کلا توی ویندوز همه ریسورس ها آزاد است برای همه متاسفانه. جی هم احتمالا احتیاج نخواهید داشت. اینو که نصب بکنید، حتما فکر کنم دیروز نصب کردم، این پکیج قابل دسترس هست برای نیومن، در حقیقت یک پلاگین هست برای نیومن. خب این احتمالا نصب شده، تو خب قبلا من نصب داشتمش. یک بار دیگه به اون دستورم برمیگردم و به جای حتی 5 تا ریکوست میگم 3 تا انجام بده و در انتها میزنم داش آر فور ریپورت و بعد HTML اکسترا، اشتباه نکنم. سپش بکنیم حالا. خب ارور نداد، احتمالا همین اشتباه اکسترا درست بود. حالا من اینکه آره LS که بگیرم، ببینید یه پوشه جدید درست شده توی همون مسیرم نیومن. اگه من بیام توی فایل منیجر تو نشون بدم، این پوشه جدید رو ریپورتر درست کرده و یک فایل HTML هست، یک فایل ریپورته که اگه بازش کنم این ریپورتی هست که توی HTML اکسترا بر من درست کرده. در حقیقت میگه که 3 تا اتریشن داشتم، اینقدر اسرشن داشتم در مجموع و به طور دیتیل هر کدوم از اینا رو بهتون دیتیل بیشتر رو بهتون نشون میده که چه
ریکوستی بوده، این هدر هست، این ریسپانس هست و به همین ترتیب یک فضای HTML خیلی شیکم هست. برای هر کدوم ایتریشن ها یه دونه تب دارید اینجا، اگه فیل شده باشه چیزی اینجا فیل نشون میده، اگه اسکیپ کرده باشه بعد تستا شما میتونید اسکیپ بکنید. برای اینکه یه دونه تستا رو من فیل بکنم، برای اینکه ببینید، من اینجا میگم که استاتوس کد انتظار دارم که اصلا که انتظار دارم ریسپانس تایم من کمتر از 200 میلی سکند باشه و سیوش میکنم و هنگام که میخوام اجرا بکنم همون ستا رو اجرا میکنم. خب در حقیقت از تست فیل شد چون که ریسپانس تایمشون بیشتر از 200 میلی سکند بود. و یادون باشه که اگه که با حالا اینطور هست، اگه که با داش آر با یک آرگومن HTML extra رو براش بفرستید، بنابرای دلایلی بهتون خروجی رو نشون نمیده و نهایتا شما فقط فایل HTML رو میبینید که اینجا هست. البته فکر میکنم این نه این باید باشه. اینجا ما فیل داشتیم، فیل ها رو میتونید بیاید و ببینید. 21 assertion انجام شده که 3 تاش فیل شده و به همین ترتیب شما میتونید توی نیومن کارهای مختلفی انجام بدید. یک تب، یک آرگومنت دیگه داریم، وربوس. وربوس مود اگه بزنید اطلاعات بیشتر رو بهتون توی خروجی نشون میده. برای مثلا برای هر ریکوست این جدولتون نشون میده که دقیقا نوشته شده که هر کدوم چقدر طول کشیده و به همین ترتیب. بیشتر اگه بخواید بدونید ببینیم که توی پکیج نیومن هلپ مخصوص به خودشو داره که اینجا هست. به این شکل نصب میشه توی مک او اس، به این شکل میتونید نیومن نصب کنید. اجرا کردن همونجوری بهتون گفتم با ران هست اگه که انوایرمنت نداشته باشید. اگر که انوایرمنت داشته باشید و داش ای با آر شما میتونید ریپورت بگیرید، فرمت شما مشخص بکنید و تمامی آرگومان ها رو اینجا بهتون توضیح داده مثل اون هلپ که نشون دادم و خیلی چیزای دیگه. و اینکه اگه که توی NPM packages هر کدوم از این پلاگین ها رو هم بیایید و واردش بشید میتونید ببینید که اوکی اینو نصبش میکنید با داش جی، با داش جی باید توی ویندوز هم باشه. این نام پکیج هست و وقتی که میخواید استفاده بکنید داش آر HTML extra از اون پلاگین استفاده میکنید. اتمنه آپشن هم داره، یک سری آپشن هم داره. شما میتونید پتر مشخص کنید، تمپلیت رو تا بهش بدید، show only fails برای مثال فقط فیل ها رو تو نشون بده و خیلی چیزای دیگه. بنابراین میتونید از پکیج خیلی زیادی که برای نیومن ساخته شده آفیشیالی یا آن آفیشیالی استفاده بکنید. ببینید توی ویندوز نصب شد نهایتا، خدا رو شکر. بسیار عالی. من توی ویندوز بهتون نشون میدم. میخواید نصب بکنید من رو بزنید npm install dash g newman. داش اف رو من نمیدونم چرا چی بود میشناسم این بار. داش اف برای فورس بود، نمیدونم فورس اینستال بود. خب حالا تا نیومن رو روی ویندوز نصب میکنید، کسی از دوستان سوال داره روی پستمن و نیومن که صحبت چه کردم؟
اجازه است من یه سوال بپرسم. بفهمید حتما. در واقع این نیومن یه پکیجی که به ما ریپورت جنریت میکنه و ما میتونیم تست ها رو ران بکنیم. نه شما حتی ریپورت هم نگیرید، در حقیقت کالکشن هایی که شما توی پستمن اکسپورت کردید و تست اونجا دارید رو توی کامند لاین براتون اجرا میکنه. خب تقریبا همه تولزایی که ما توی تست نرم افزار داریم، تعداد خیلی زیادشون تا میگم بالای 90 درصدشون، حتما یک اینترفیس کامند لاین هم دارن. اینترفیس پستمن یک اینترفیس گرافیکال هست مثل این که شما یک کالکشن درست میکنید و میتونید اجرا تست بنویسید و میتونید اجرا بکنید، اما همیشه به درد خور نیست. توی مخصوصا حالتی که بهتون توضیح دادم توی CI/CD لازم هست که اینها توی کامند لاین اجرا بشه. خب توی کامند لاین که اجرا بشه و شما احتیاج نیومن دارید، نیومن رو اجرا کردیم، اکسپورت کردیم از کالکشن و انوایرمنت ها و اجراشون کردیم. حتی اگه CI/CD هم نباشه، شما برای تست خودتون هم که شده دیگه خیلی راحت میتونید، خیلی سریع میتونید بدونید که بخواید پستمن رو اجرا بکنید، میتونید سر کامند لاین اجرا بکنید و تست رو ران بکنید بدونید که پستمن بخواید اجرا بکنید. خب سوال دیگه نیست دوستان؟ I take it as a no. خب نیومن اینجا نصب شد توی ویندوز، من میزنم نیومن نصب نشد تشوی. عجیبه. اصلا یک ایرور چرا نصب شده ولی یک ایرور سیکیوریتی میده، unauthorized access. علت رو نمیدونم چون تو ویندوز من استفاده نکردم. میتونیم رو سرچ بکنیم که اصلا چرا. داره ما این ایرور رو میده. اصلا اون چیز دیگه داره پیدا میکنه. اجازه بدید حالا من چک میکنم ببینم که چرا همچین چیز داره. لطفا خودتونم یک نگاهی بکنید، سرچ بکنید ببینید که نیومن رو توی ویندوز باید به چه شکل بدونه این ایرور unauthorized نصب بکنید توی ویندوز. ببینم چیز خاص اینجا هست. شنی که نصب کردین ادمینستریتوره؟ ممکنه بخاطر این باشه. خب من از ادمینستریتور میزنیم این دوبار. آقای شکوهی فکر کنم با شکلاتی میتونید نصبش کنید. این چجوری؟ چجوری نصب میشه میدونید؟ یه پکیج منیج ویندوزه. دقیقا یادم نیست. اوکی. خب من میگم که خیلی و خیلی وقته که ویندوز استفاده نکردم و اصلا روی ویندوز هم من اینو نداشتم. من هم چک میکنم براتون برای جلسه آینده که پیدا بکنم روی ویندوز چطور اجرا میشه. شما هم که اگر ممکنه خودتون هم سرچ بکنید، اگه کسی پیدا کرد لطفا توی گروه بذارید. من هم همچنین اگه که این رو پیدا کردم که چرا unauthorized میده رو براتون میذارم. یک بار دیگه npm install بدون چی اصلا اینو نصب میکنم. شاید برای یوزر من در حقیقت اینجا نصب میشه.
لینکشو فرستادم توی چت. اینو اول باید نصب کنید، بعد داخل این رو نصب کنید. اوکی، من الان روی توی چیز فرستادم، توی چت زوم. اوکی، اجازه بدید. اوکی. من میگید اینو دست بکنیم و از طریق این نیومن رو دست بکنیم. همچین چیزی هست؟ خانم فائزه میشنوید صدامو؟ ببخشید. بله بله، الان لینکشو میفرستم. اوکی، اجازه بدید اینو بذاریم برای جلسه آینده. حالا اگه که من یه بار تست میکنم، اگه که روی ویندوز اوکی بود بتونیم از همین استفاده بکنیم. کجاست دانلودش؟ اینستالا. برای آدرس ایمیل میخواد و بعدش چجور اینترلس متد اندیویژوال. خب اجازه بدید پس من اینو اصلا جداگونه نصب میکنم توی فرصت که دارم. بعد اگه کار کرد همین رو بهتون میگم. یه البته از همون npm اونم جستجو میکنم، سرچ میکنم که توی ویندوز چطور میشه حالا بدون شوکو اینو نصبش کنید. خب دوستان فکرم برموز کافی باشه. این از پستمن و نیومن. کسی از دوستان سوالی داره؟ یعنی همه کامل متوجه شد دیگه. بسیار عالی. خیلی خب، هایی که همه کافی باشه، سوال نداشته باشید، جلسه امروز رو تموم میکنیم. من جاش استاپ شیر بزنم.